با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز 18 جون هست، جون دو سال 2014 برابر با 28 خرداد 1393 و 19 شعبان 1435. در روزهای چهارشنبه هفته که مطلع هستید تقریبا یک ساعتی 50 دقیقه خدمت شما هستیم. عمدتا موضوع شاهنامه رو مطرح میکنیم. خدمت شما عرض کنم که اینجا کامران برای من این تقویم تاریخ رو در واقع چاپ میکنن، منم یک قطعاتی از این برای شما میخوانم. یادآوری گذشته و چه وقایع مهمی در چنین روزی اتفاق افتاده است. اینجا قاتل ملک فیصل در ملأ عام گردن زده شد. در 18 جن چنین روزی در سال 1175 فیصل سعود شاهزاده سعودی به جرم کشتن عمویش ملک فیصل در ملأ عام گردن زده شد. علتش هم این بود که این شاهزاده درس نمیخوند، یه پولی این عمو میداد، بعد گفتن آقا این درسش خوب نیست، پولش کم کرده، گفته میخوام عمو رو ملاقات کنم. تشریف بردن اونجا خدمت عمو رو کشتن، بعد با اون شمشیر اسلامی گردن زدن. شما ملاحظه بفرمایید در واقع حالت وحشیانه که بر این داستان حاکم هست، مو به تن انسان راست میکند. این احوال وحشیانه 1500 سال پیش گردن زدن هنوز هست. مردم فهمیده و مدنی سعی بر این دارن که در واقع این تصویر کشور رو انسانی جلوه بدهند. هر کشوری مثلا در این آمریکای وزارتی بود به نام وزارت جنگ، آمدن گفتن آقا وزارت جنگ یعنی چی؟ ما که نمیخوام جنگ کنیم، اسمی گذاشتن وزارت دفاع، خیلی بهتره وزارت دفاع. این یقه بیرونه، خب این یقه هم کنیم وزارت دفاع. اما اینها نه تنها گردن میزنن به همون شیوه از دوزان مدینه، که روی پرچم هم با کمال افتخار یه ساتور هست. دیدید اون ساتور یه پرچم سیاهیست، یک ساتور. لطفاً پرچم عربستان سعودی رو نشون بدید ببینیم که آثار تبهش از پس قرنها هنوز هست و باعث افتخار هم هست. یک ساتوریست روی پرچم سیاه و با همون ساتور امروز گردن میزن، دیر جمع میکنن. یه بابایی هم هست، یه بیوگرافی هم داشت که من نمیدم تو مطب دکتر بودم کجا دیدم، عکسش هست و شمشیراش و سرشی چند سر بریده و چندی نفر هستن، البته مشغول کار هستن که مطمئن باشن داستان استبداد این خانواده سعودی برقرار خواهد بود. اینا نگهبانان حرمین شریفین اونجا هستن با بچه هاشون. اینا سخن از پرچم شد امروز روزگار. بله بله بله، ببینید این حالا خوبشه. بعضی از اینا هست لا اله الا الله محمد رسول الله، اونم شمشیرشه. معنیش اینه که در این مملکت جای آدمی که معتقد به این داستان نباشه نیست. دومی که کار ما با شمشیر بوده، برافراشتن این پرچم عرض کنم که به قوت این شمشیر بوده، که البته شمشیر هم دوزی بودن. خنددار اینجاست که شمشیر مردم رو میدوزیدن و گردن مردم میزن، خود اینقدر این شمشیر ساز نبودن که نه شمشیری بلد بودن بسازن نه منظر. یه خانمی زنگ زده به من اینجا پیغام مفصل گذاشته که آقای مشیری مگه ما در صدر اسلام دار داشتیم، تناب دار داشتیم؟ مگه ما در صدر زندان داشتیم که شما میگویید اینا هم مثل همونا هستن؟ خانم عزیز، داشتن دار یه درجه از مدنیت رو میخواد. اولی که باید چوب داشته باشی، اینا نداشتن. شما تشریف ببرید در تمام بیابان عربستان 5 این چوب پیدا کنید، برید نشون بدید، من طرفان پس میگیرم. چوب لازم داریم، خیلی هم چوب میخواید، چوب خیلی همچین درست حسابی میخواید و بعد یه بگم عمود بس کنید، بعد قرقره میخواید. اینا که نداشتن که تعداد دار بکشن، که بعد که یاد گرفتن از ایرانی ها و چوبای ایران رو بردن اونجا دار رفت شد.
یکی هم زندان. زندان لازمش پدر جان یک جاییست، داستانیست که اینا صاحب این حرفا نبودن. با این دلیلی که شما میارید واقعا دارم خندش میگیره. اینا نه، کارشون فوری بود. قصاص، قصاص که زندان لازم ندارد که. هر کی اینه کشونو بکشه، چشی داره چشیش داره دیگه، دست مقابل دست، دندان مقابل دندان. باری بس بر سر این هست که این برای بچه هایی که وارد این استادیوم های ورزشی میشون که فوتبال در جریان است و این فوتبال بزرگترین سرگرمی انسان مدرن شده است و خاستگاه این فوتبال هم انگلیس بوده است و اتفاقا انگلیس که مخترع فوتبال بوده فقط یک بار برنده جام شد، اون هم شک و تردید درش بود تو بازی آلمان در سال 1966 اگر اشتباه نکنم. بله بازی در لندن بود و هر می شود که یک بار برنده مسابقات شد است و دیگه هم به چیزی نشد. در حقیقت به نظر می رسد که فوتبال اینا بیشتر باشگاه محور هستن تا تیم ملی و اینا. باری آیا ما با پرچم جمهوری اسلامی برویم در این چیز استادیوم و بچه های ایران رو تشویق کنیم یا با پرچم شیر خورشید؟ عرض میکنم که خب نظر دوگونه است. این پرچمی که این آخوندها ساختن و یک عنکبوت هم به او چسباندن ارزش و لیاقت پرچم ایران بودن رو ندارد. نشانه ای از ایران باستان و از عظمت کشور در این پرچم نیست. این یک پرچم آخوندی است، این پرچم گدایی است، این پرچم دارای هیچ گونه عزت و شرفی به نظر من نیست. به جهت اون که پرچم های کشورها، نگاه کنید پرچم هند، پرچم آلمان، اینها در واقع عناصر مهم فرهنگی یک کشور سیمبولایز میشه در یک تصویری بر روی پرچم. کما این که همین عربستان که دید لا اله الا الله محمد رسول الله یه ساتور. درسته اینا پرچمشون درسته، گویای تاریخشون هست. اون سیاهی علامت سیاه دلی و تیر روانیه، عرض میشود که آیین هست. اون ساتور هم میگوید با این ساتور عرض کنند که توانستیم چند مملکت رو غارت کنیم و اینا، و اون کلام عرض کنم که عربی که میدونید که معنیش چی هست و اینا، درسته این کاملا اگر غیر از این بود اشتباه بود، این همونیست که باید باشد. اما این پرچمی که جمهوری اسلامی درست کرده است و علامت اون چنانیه که معنی الله دارد هست، این نماینده مملکت بزرگ ایران، کشور تاریخی نازنین زیبای ایران زمین نیست. و یک روزی بنده شک ندارم اگر در روزگار ما هم نشود در آیندگان خواهند اندیشید به این کاستی ها که ملایان آوردن. ایران زمین محل زندگانی اقوام مختلف و محل زندگی اصحاب ادیان مختلف بوده است که به آزادی زیستند در اون کشور. این الله مال جایی است که در واقع این عربستان سعودی که دیگه هیچ غیر مسلمانی اونجا حق نفس کشیدن ندارد و یک فرض کنید پسر مسیحی، نوجوان مسیحی بایستی بره و زیر پرچمی جان بدهد یا زرتشتی یا باهایی یا غیره که اون رو به رسمیت نمیشناسند. این است که هیچ گونه نشانه‌ای بر روی این پرچم نیست. اما به هر صورت آخوندها آمدن این رو علم کردن، چندین سال جنگ بوده، نمیده کشته شدن زیر سایه این پرچم. داستان مشکلی است. پرچم ایران همون پرچم شیر و خورشید هست، شیر و خورشید که این شیر و خورشید متعلق به هیچ خاندانی نیست. این شیر و خورشید روی این پرچم بوده است از روزگاران قدیم. خوندم براتون، عرض کنم اون شعر خاقانی رو،
این است همان صفه که از حیرت او بردی بر شیر فلک حمله شیر تن شادروان. در ایوان مدائن رو میگوید در این صفه میگوید اونقدر این پرچم عظیم و بلند بود که به شیر فلک که یکی از صور فلکی است شیر تن شادروان، یعنی شیری که بر پیکر پرچم بود که باد که میوزد چنان است که گویی حمله دارد میکند به آسمان. ما همه شیریم شیران علم، حمله من از باد باشد دم به دم. حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. بله، بسیار بسیار قدیم است و در قانون اساسی مشروطه هم آوردن که علامت رسمی کشور ایران ملت ایران شیر است و خورشید. این شمشیر هم درش منظور نشد، منتها این از قدیم بود از زمان آقا محمد خان قاجار. حالا برای زیبایی یا هرچی شمشیر کج عربی هم دست شیر دادن. این باری پرچم ایران همون پرچم شیر خورشید است، اونجا در دل مردم هست عمدتاً پرچم شیر خورشید است. اون پرچم هم پرچمی است تحمیلی. هر می شود که یه روز هم بازار فوتبال داغ است، همونطور که مثلا بنده نه فوتبالی هستم نه فوتبال میدونم چی هست و اینا. از روز قرار قدیم بچه بودیم دوست داشتیم تماشا میکردیم و اینا. فوتبال ایران یه فوتبال ریشه داری است نسبتاً، نمیدونم 70-80 سالی اینا، و خیلی کشورهای منطقه مثل عربستان و کویت و بحرین و همین نایجریا آلجریا اینا فوتبالی نبودن. حالا میگویند این مایه عظمت و افتخار ما بوده است که رفتیم و گل نخوردیم، عجب بردی کردیم. و یه چیز خنده‌داری است واقعا. و این فوتبال هیچی نخواهد شد، من به شما قول شرف میدم، تا استبداد در مملکت حاکم است و تا این فساد ملایی هست و تا زمانی که این مافیای آخوندی که من شنیدم در ورزش بسیار نفوذ دارد و در فوتبال بسیار تأثیر دارد هست و شایستگان وارد میدان نمی شوند و خیلی خیلی از عرض میکنم مناسبات پر از فساد هست در باب ورزش فوتبال، هیچی این فوتبال نخواهد شد. یعنی منتظر نباشید که حالا یه روزی به این زودی بچه های ایران مثلا جام جهانی رو ببرن اونجا بدن به امام زمان، چنین اتفاقی نمی افتد. این روسیه شوروی در روزگار سابق عرض میکنم برای خودش یه قول ورزشی بود، یعنی المپیکا که میشد آمریکا اول میشد، خیلی وقتا اونها شوروی ها اول میشدن، اما در فوتبال چیزی نشدن. همه لگسی فوتبال شوروی به گمان من یه تن بوده، یک نفر گولر داشتن به نام یاشین اگر اشتباه نکنم، این یادگار چند دهه فوتبال شوروی است به جهت اینکه خیلی چیزها طلب میکند داشتن فوتبال متعالی که من اشتباه نکنم، اون تعالی و اون مناسباتی که لازمه پیشرفت این ورزش هست و درخشیدن در میدانهای ورزشی هست در ایران ما نیست. این است که به گمان بنده همونطور که به کرات و مرات عرض کردم این یکی ورزش در مملکت ما چیزی نخواهد شد، منتظر برنده شدن جام جهانی لطفا نباشید. بله، پایان سلطنت در مصر روز 18 جوان 1953، رژیم سلطنتی در مصر پایان داده شد و این کشور رفت کنم به نظام جمهوری به ریاست محمد نجیب بقرار شد. بله، اینم از این. ما یک زنی داریم به نام ژان دارک، بانی به نام ژان دارک، تبدیل شد به یکی از ژنرال های بزرگ تاریخ فرانسه و در چندین جنگ پی در پی انگلیس ها رو شکست داد. ژان دارک هم شما حتما میشناسید. اینجا در گذشت ابن دن ندیم بغدادی رو داریم، مورخ و کتابشناس مسلمان. عرض می شود که در تغییر کلاه دو بار در زمان مرحوم رضا شاه کلاه عوض شد. یک کلاه پهلوی داشتیم، اولی شیر و خورشید داشت یک لبه،
مثل کلاهای ژاندارم‌های فرانسه بود، این رو به سر مردم گذاشتن به دستور و بعد کلاه رو عوض کردن، کلاه لبدار، کلاه شاپو به قول معروف، با بخشنامه در 28 خرداد 1314 برای دومین بار از زمان روی کار آمدن رضا شاه کلاه کارمندان عوض شد. طبق بخشنامه‌ای که در این روز در ایران به ادارات دولتی و سازمان‌های دیگر ابلاغ شد، از اون پس کارمندان دولت و مردانی که به سازمان‌های دولتی مراجعه می‌کردن باید کلاه شاپو، یعنی تمام لبه، بر سر می‌گذاشتن. قبلا دستور داده شد که از کلاه پهلوی یا کلاه یک لبه، بله مشابه کلاه نظامیان فرانسه که کلاه کپی گفته می‌شد، استفاده کنند. در بخشنامه تازه اخطار شده بود که عدم رعایت دستور موجب انتظار خدمت کارمندان است. خب در چنین روزی سردار اسعد، حاج علی قلی خان سردار اسعد، با سواران بختیاری در واقع به سوی تهران به حرکت در آمدن و در نزدیکی تهران با داوطلبان گیلانی یکی شدند و مستبد معروف قاجار رو راندنش به سفارت روس. و این روز یک روز مبارک و میمونی در تاریخ مملکت ماست و من بسیار بسیار متاسفم و متاثرم شخصا، و این تاسف و تاثر رو با خدمت شما اعلام کردم که بسیار متاسفم. مملکت ما نیاز به اصلاحات داشت و این پادشاهی مشروطه نیازی بر جای خود می بود و مردم حکومت می کردن و همونطور که پیشبینی شده در اون قانون اساسی بایستی تشکیلات شاهی جنبه تشکیفاتی داشت، محترم و معزز، پشتیبان ملت و پشتیبان قانون و پشتیبان سنن زیبای ایرانی باقی می ماند که نماند و خودشان به خودشان کردن در واقع و خودشان برانداختن این سیستم حکومتی رو و کشور ما رو به درکات نکبت آخوندی فرو انداختن. این داستان این رژیم در واقع میوه تلخی است از آن رژیم متاسفانه. در چنین روزی حکیم ابو علی سینا درگذشته. اروپایی ها ابن سینا رو آویسنا خطاب میکنن و تا قرن 18-19 کتاب قانون ابن سینا به عنوان تکست پزشکی تدریس میشد است و ابن سینا که از مشاهیر تاریخ ایران زمین بلکه جهان هست و اروپایی‌ها به خوبی میشناسن. ایران محل تولید اطباء بزرگ بوده، ربن تبری و زکریای رازی احتمالاً بزرگترین طبیب تاریخ ایران زمین است و کتاب الهاوی و طب بالینی در واقع ابن سینا به واسطه نبوغ خارق العاده خدادادی همه اینها رو محفوظ ذهن کرده بود. هیچ می‌دونیم ابن سینا در بیمارستانی کار نکرد، اون رازی بود که در بیمارستان‌های ری و بغداد سال‌ها کار کرده بود. اینا باری کتاب قانون کتاب پزشکی بود در ایشان دوست نداشت که در واقع با غزنویان اینا کار بکند، از حضور خوارزمشاه گریخت و به اصفهان رفت، در تشکیلات دیلمیان وزارت میکرد و اینا. در یک سفری بیمار شد این حکیم و در همدان چشم از جهان فرو بست. در واقع در سال 1037 میلادی، بله، علائم بیماری ها رو معلوم کرده بود، یعنی برای تشخیص بیماری بو علی میگفت اینها سیمپتوم هست، نشانه های بیماری، کتاب قانون. و انقدر دانا بود که این دو کتاب معروفی که نوشت، کتابی که در فلسفه نوشت اسمش گذاشت شفا، کتابی که در پزشکی اسمش گذاشت قانون، یعنی شفای حقیقی و سلامت در جامعه از طریق فلسفه و تفکر میاد. این خیلی کار رندانهی بوده ابو علی کرده، کتاب در فلسفه رو بزنی گوشه شفا، کتاب قانون در طب گوشه قانون. بله مرد را حکمت همی باید که دامن گیردش تا شفای، بو علی جوید نجاج بهتری
از انوری. بله اینجا مطلب خیلی زیاد است. ناپلئون در سال 1815 در 18 جوان عرض کنم که در محل واترلو از دو ژنرال انگلیسی و آلمانی شکست خورده است، فیلد مارشال بلوخر آلمانی و ژنرال ولینگتون در واقع. اینها با تاکتیکی که به کار بردن توانستن این نابغه بزرگ میدانهای جنگ رو شکست بدهن. بله اینها مطالب مهمی بود از تاریخ خدمتون عرض کردم. حالا با اجازه شما خواهش میکنم از دوست عزیزم آقای امیر شهرتی در اتاق فرمان یک موسیقی ایرانی پخش کنن. میدویم برگرد ببینیم که چه خواهیم گفت به چند دقیقه دیگر. از همایون خرم درود بر شما وطنان گرامی. خانم مهستی میخوندن این بانوی زیبای خوش لهجه ایرانی و بعد بیاد آوردم که ایشون بیمار شدن و در واقع در همینجا به خاک رفتن. و بعد این فکر برای من پیدا شد که اگر به سطح کره زمین حرکت کنید، از چین بگیرید تا هندوستان و مغولستان، هر جا که شما در این مناطق عبور کنید گورهای ایرانیان هستند، تا ترکیه و در عصر جدید آمریکا شده است نمیدونم خانه دوم ایرانیان، عمدتاً از نابسامانی وضعیت وطن. هیچ کسی دلش نمیخواد وطنش رو ترک بکنه. یک روزگار ایرانیان از گرفتار حمله مغول شدن، اینا می آمدن و صنعتکاران ایرانی رو جدا می کردن به مغولستان می بردن و غیره گردن می زدن. یک زمانی به چین می بردند. یک روزگاری تیمور لنگ پیدا شد در این آب و خاک و در واقع او هم همین کار می کرد، گردن می زد، قتل عام می کرد و می برد به سمرقند اونجا و شهرهای و منطقه رو با صنعتکاران ایرانی. یک روزگاری روشنفکران ایرانی از تعصبات آخوندهای صفوی گروه ها گروه می گریختن به هندوستان. اونجا چند پادشاه دانشمند دانا مثل اکبر شاه و شاه جهان اینا بودن، می پذیرفتن. یک روزگاری از فرط عرض می کنم که بیچارگی وضعیت داخل ایران به ترکیه می رفتن، اونجا می مردن. این است که چون نیک بنگریم تاریخ ایران غم انگیزتر از تاریخ یهود هست، ولی اونها این عقل رو داشتن که این داستانها رو جمع آوری بکنن و برای در تاریخشون جا بدن، روزهای خاصی رو به بقای خاصی نسبت بدن و یک اتفاق و اتحادی مبتنی بر این مشترکات غم انگیز به وجود بیارن. ما ایرانیان هرچه ما دچار در واقع تراژدی های ملی بیشتر شدیم از همدیگر گسیخته تر شدیم. امروز هم دچار تراژدی و گرفتاری اسارت یک مش آدم های وحشی هستیم. اینها ذهنیت مدنی ندارن، این آخونده آدم های وحشی هستن، یه عمامه دارن، یه چهار تا چیز فقهی هم چیز کردن، اما وحشی هستن. اینها کارهایی نکردن، وحشی ها نمی کنن. آقا چنگیز خان دستور داده بود حق ندارید کسی رو شکنجه کنید. دستور چنگیز خان مغول این بود که کسی شکنجه نشود. این آخوندها شکنجه جز لاینفک تعلیمات و دستوراتشون هست. کما این که اون سخنرانی اون پاسدار بود میگویم بچه های شمال شهر اینا طاقت آنچنانی نداشتن، یعنی با دو تا سیلی میزدیم چهار تا شلاق کافی بود. و در واقع چنگیز خان یک چیزی هم گفته است در بخارا که درش یک حقیقت هست، من اون خدمت شما عرض میکنم. مردم بخارا رو جمع آوری کرد در مسجد، گفت من خشم خدا هستم،
بر من نگیرید که چرا میخوام همه شما رو قتل عام کنم تا چند دقیقه دیگه. اگر شما مردمانی بودید که از کنم که لایق زنده موندن بودید، زیر سایه این دزد که منظورش سلطان منخورهرس شد در واقع خدمت نمی کردید، یک کاری می کردید که یه آدم بهتری به شما حکومت کنه. بنابراین شما چون مرتکب این گناه شدید، خداوندم منو فرستاده شما رو بکشم. البته خب این آدم بیابانی دیگه، بالاخره دیگه استدلالشم چی به نظر خودش درست بود. و من هر جا که سم اسب محمد اغروغ، اغروغ یعنی دوست به ترکی مقالی رسیده باشه، خراب میکنم، برده باشه میکشم. این است که آیندگان به ما میخندن که ما چگونه آدمهایی بودیم که یک همچین آدمهایی به ما حکومت کردن و مملکت ما رو گرفتن و اموال مملکت رو برباد دادن و در واقع کوچکترین در واقع طریقی برای ابراز آزادی که حیثیت انسان بدون وابسته است رو اجازهش ندادم.